سلام. خوش اومدین به 114 همین شماره از روزنامه توپ. امروز شنبه دهم ده اردیبهشت اردی بهشت به ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگر از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما را همراهی کنید. علاقه خاص یحیا به ستاره استقلال ابوالفضل جلالی یاقی لیگ 23 وم خبر ورزشی مدعی شد که یحیی گل محمدی به سبک بازی ابوالفضل جلالی نیمکت نشین این روزهای باشگاه استقلال علاقه شدیدی داره. هرچند گفته میشه جلالی یک پیشنهاد خارجی خوب داره اما این احتمال هم میره که اون با انتقال به پرسپولیس یاقی فوتبال ایران در لیگ 23 وم بشه. پیام AFC به استقلال کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال ایمیلی به باشگاه استقلال و فدراسیون فوتبال تأکید کرده تا آبیها باید هرچه زودتر و تا زمان تعیین شده طلب احمد موسوی رو به این بازیکن پرداخت کنند. ایمیل AFC در حالی به باشگاه استقلال ارسال شده که این باشگاه طی روزهای اخیر خبر از پرداخت بدهی احمد موسوی داده بود. گلزن استقلال محروم شد سعید مهری که در دقیقه 97 دیدار استقلال مقابل پارس جنوبی از یک چهارم نهایی جام حسفی برای آبی پوشان گلزنی کرد نمیتونه در نیمه نهایی بازی کنه. مهری که در نخستین دیدار استقلال در جام حذفی برابر تراکتور کارت زرد گرفته بود، مقابل تیم امید روانخواه هم دومین کارت زرد خود را دریافت کرد تا از دیدار آینده آبی پوشان محروم بشه. سفر مربی تیم ملی به چهار کشور اروپایی امیر قلعنوی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون قصد داره برای بررسی وضعیت لژیونرهای ایرانی حاضر در اروپا به چهار کشور آلمان، پرتغال، انگلیس و یونان سفر کنه. قلعنوی منتظر رسیدن ویزای کشور انگلیسه تا دیداری با اللهیار سیادمنش و سامان قدوس دو لژیونر ایرانی حاضر در فوتبال انگلیس داشته باشه. تایید محکومیت کاوه رضایی در کمیته استیناف قاوه رضایی پرونده محکومیت خود را به کمیته استیناف ارجاع داد و حالا خبر میرسه این کمیته هم فسخ قرارداد این بازیکن با تراکتور را غیر قانونی دونسته و حکم کمیته وضعیت در این مورد را تأیید کرده هرچند چیزی به پایان فصل باقی نمونده اما رضایی در صورت عقد قرارداد جدید هم نمیتونه فصل بعد برای هیچ تیمی توپ بزنه مگر اینکه رضایت باشگاه تراکتور رو جلب کنه